مشکل بزرگ مسلمانان دنیا دوری از قرآن، دوری از قرآن، از قرآن. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمین یا رب العالمین. در بحث ازدواج عرض کردیم یکی از مباحثی که خیلی مهم هست و خانوم‌ها و آقایون ما نسبت به این بحث متاسفانه اطلاعات لازم و آگاهی‌های لازم رو ندارن، حقوق زوجین نسبت به یکدیگر هست. در دو جلسه گذشته شروع کردیم از حقوق زنها و خانوم‌ها بر مردها سخن گفتیم، گفتیم که حقوق زنها و مردها چیست، چه حقوقی خانوم‌ها بر آقایون دارن از نظر شرعی و تا حدودی هم از نظر قانونی. و بعد عرض کردیم در جلسه دیگر عرض کردیم که حقوق مردها بر زنها چیست. در این قسمت یکی از مهمترین حق مردها که حق تمکین هست رو بر خانوم‌ها مطرح کردیم و بیان کردیم که آقایون هم مانند خانوم‌ها بر زن‌ها حقی دارن، حقوقی دارن در واقع که یکی از مهمترین اونها حق تمکین هست. راجع به تمکین مفصل توضیح دادیم. اما دومین چیزی رو هم که مطرح کردیم گفتیم که دومین حقی که مردها بر زنها دارن این هستش که در شارع مقدس می‌فرماید این هستش که برای بیرون رفتن از خانه حتما باید زن از شوهر خودش اجازه بگیره. من اینجا این مطلب رو عرض می‌کنم در پایان این بحثم انشاءالله اگر در ذهنمون بود مطلب رو بازگو خواهیم کرد که کسانی که به دنبال فلسفه این مطالب هستند، حکمت این موارد هستند که چرا زن باید این کار بکنه، چرا مرد باید اون کار بکنه، چرا ارث اینجوری هست، چرا زن باید تمکین کنه شوهر رو، اگرچه اینجا ما هم میتوانیم این دلایل رو عنوان بکنیم ولی چون بحث ما مبحث بیان فلسفه و حکمت این که چرا مرد از زن و زن از مرد در اموری باید تبعیت بکنن و در اموری باید حقوق همدیگر رو مراعات کنن و این حقوق برای اینها محترم شمرده شده، این مبحث رو چون ما نداریم نمیتوانیم داخل بحثی که موضوع چیز دیگری هست اینها رو مطرح کنیم. حالا دوستان سوال میکنن که آقا به چه کتابی در این زمینه مراجعه بکنیم؟ من اینها رو انشاءالله در پایان این بحث یا در بحث آیت خدمتون عرض خواهم کرد که ما کتابی به نام علل و شرایع داریم. در کتاب علل و شرایع فلسفه و حکمت مواردی که در شارع مقدس نسبت به مسائل فقهی و حکمی بیان شده اینها رو اونجا در پاسخ گفته از لسان خود ائمه طاهرین صلوات الله علیه مجمع. پس ادامه بحث رو پی میگیریم، این که برای بیرون رفتن زن از خانه باید اجازه شوهرش باشه، این مطلب رو توضیح بدیم. نمیدانم که استثناءات این قضیه رو هم عرض کردیم یا نه، که مانند هر مطلب دیگری تقریبا ما میتونیم بگیم در مسائل اسلامی یک بحثی به نام استثناءات داریم، یعنی یک چیزایی داریم که در واقع حکم جاری شده ولی استثنایی هم براش قائل شدن که در اینجا محمد که زن اگر بخواد حج واجب مثلا بکنه نیاز به اجازه شوهرش نداره، بخواد اعتقادات خودش رو درست بکنه یا احکامی که لازم هست، احکام خاصه خانوم ها بخواد یاد بگیره برای رفتن بیرون از منزل اجازه شوهرش نیاز نیست، اگر بخواد که
خودش رو پاک بکنه به واسطه غسل کردن، و این در بیرون از خانه نیاز باشه، اجازه شوهر لازم نیست، در صورتی که این کار واجب باشه. و چند مورد دیگه این که اینا در مسائل حکمی بیان شده که باز مورد بحث ما نیست، که باید همه این استثناءات مطرح کنیم. سومین چیزی که در حقوق زوجه مطرح میشه، یعنی حق مرد بر زن، که ما اول همه حقوق خانم‌ها رو تقریبا مهمترینش رو بیان کردیم، حالا داریم حقوق آقایان رو میدیم. سومین حق مرد بر زن این هستش که زن پرهیز کنه از آزار شوهر، همینطور که همین حق رو برای زن هم ما قائل شده بودیم، یعنی شارع مقدس قائل شده بود. برای مرد هم همچین حقی قائل هست که مرد، زن در واقع نسبت به مرد خودش و همسر خودش پرهیز کنه از آزار شوهر به وسیله تندخویی و بدزبانی. علی بن جعفر از امام موسی کاظم علیه السلام میپرسه که زنی که با سوء خلق، یعنی بد اخلاقی، بد زبانی، درشت گویی شوهرش را خشمگین کند چه حالی دارد؟ حالش نزد خدا چگونه است؟ عبادتش چگونه است؟ حضرت می فرماید که در معصیت به سر می برد تا وقتی که شوهر راضی باشد. خب این فرمایش سریع امام هست. حالا ممکنه که ما اینو در بحث آقایون گفتیم، در بحث خانمان داریم میگیم، ممکنه که مثلا خانمی بگه حالا ما این کار رو میکنیم در معصیت هم به سر میبریم، بی خیال چی میشه مگه به سر ببریم؟ خب هیچ. نتیجه در معصیت به سر بردنه که اگر زن واقعا تدین داشته باشه، متخلق و اخلاق اسلامی باشه، بخواد که بگه که من مؤمنم و به بهشت فکر میکنه، به رحمت خدا هم فکر میکنه، خب اینا توش نیست. در معصیت کردن و در معصیت به سر بردن بهشتی وجود نداره، رحمتی وجود نداره. باز پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که از رحمت خدا به دور است. حضرت دو بار این جمله رو به کار می‌بره. کسی که شوهرش را بیازارد، یعنی زنی که شوهرش رو بیازارد و وی را غمگین و غصه‌دار کند، و خوشبخت است، خوشبخت زنی که احترام شوهر را نگه دارد و وی را نیازارد و در هر حال از وی اطاعت نماید. این هم در مورد پرهیز از آزار شوهر. چهارمین حقی که حق مردان هست بر زنان، حق آقایون بر خانم‌ها، خدمت در خانه است توسط خانم. می‌دونید که مسئولیت‌ها در اسلام تقسیم شده، در مسئله ازدواج هم همینطوره، مسئولیت‌ها تقسیم میشه بین آقا و خانم. یک مسئولیت های آقا داره، مثل نفقه دادن مسئولیت داره، اینا رو گفتیم در مسئله مردان که وظیفه شرعی داره مرد نفقه زن رو تامین کنه، یعنی باید بره سر کار، جان بکنه و کار کنه و پول داره بیاد خرج زن رو بده، نکنال هم نکنه. خدمت در خانم تا حدیش که وظیفه زن هست، پیامبر می‌فرمایند به زنی به نام حولا، من چیزای مستندات این احادیث رو خدمتتون اول در جلسه رو گذشته هم رو خوندم که از کجا اینها رو ما عرض کردیم. به این زن که اسمش حولا هست می‌فرمایند که زنی که غذای خوشگوار، یعنی غذای خوشمزه، برای شوهرش آماده کنند. ببینید چقدر حدیث زیبا و بروزه، به قول امروزی ها حدیث آنلاین هستش. زنی که غذای خوشگوار برای شوهر آماده کنند. خداوند خوراک‌های گوناگون در بهشت برایش مهیا می‌نماید. این خیلی جالبه. یه بحثی رو براتون مطرح کردم در جلسه گذشته که عرض کردم ما یکی از اشتباهات بزرگمون، یکی از اشتباهات خیلی بزرگمون این هست که عبادت رو خودمون تعیین می‌کنیم، نه اینکه به عبادتی که خداوند تعیین کرده باشه اعتقاد داشته باشه، در حالی که خالق باید نوع عبادت تعیین کنه، چون بهش دست بود جهنم هم دست بود. او باید بگه چگونه مرا عبادت کنیم، چگونه مرا بپرستیم، پرستش کنیم.
یه وقتی هست که ما همچین بگیم هر چی خدا گفته نعوذ بالله برای خودش کرده که گفته، ما میخوایم خودمون نوع عبادت رو تعیین کنیم. میگه آقا عبادت، منی که خدا هستم عبادت رو در این میدونم، مثلا میام غذاهای خوشمزه برای خانومی در نظر میگیرم تو بهش که غذاهای خوشمزه برای شوهرش تعیین کنه. این علتی که با شوهرش داره میگه من همچین غذایی رو تو بهش نمیخوام، میخوام زهرمار بدم به این بخوره. مثلا دارم میگم، یعنی نوع عبادت رو میخواد خوش داره. میگه من میرم ذکر میگم، روزی 500,000 تا صلوات میفرستم، برای چی؟ میام غذای خوشمزه بدم به شوهرم. میگه بابا این 500,000 تا صلوات درست سر جای خود، منی که خدا هستم عبادت رو در این قرار دادم، اینو گفتم بابا این کار رو باید انجام بدی، اگر انجام دادی این ثواب رو داری. حالا تو برای خودت هر جوری که تو دوست داری بخوای منو عبادت کنی، اون فایده ای نداره. که یکی از بدبختی های جامعه ماست و جامعه اسلامی است، یکی از معضلات ماست، در واقع معضلات فکری ماست، خیلی بین خانم‌های متدین این مطلب رواج داره و خیلی بین آقایون متدین این مطلب رواج داره، که خود جای بحث مستقل داره. بعد فرمود پیغمبر که هر کس غذای خوشمزه برای شوهر آماده کند، خداوند خوراک‌های گوناگون در بهشت برایش مهیا نماید و به او بگوید، یعنی خود خدا تعالی، بخور فکل واشربی، بخور بیان بنوش یا شام، بخور و بنوش به پاداش زحماتی که در دنیا کشیدی. دیگه از این بالاتر انسان مخواد؟ یا پیغمبر داره نعوذ بالله دروغ میگه یا داره راست میگه؟ دیگه پیغمبر که دروغ نمیگه، علی عزیز پیغمبر صادق‌ترین انسان هاست، راستگوترین انسان هاست، برای راست میگه. خب این آقا من اگر این رو گرفتم این کار کردم به امیدی که برسم به این حرف پیغمبر و وعده‌ای که خداوند داده، اون سلامت وعده، وعده درست و صادقی است. در جایی که پیغمبر میفهمن هر زنی در خانه شوهر، عجب حدیثی است واقعا، چقدر زیباست، اینایی که محسن هستن اینا رو پوشیدن، حتما میرسن به عروسهای خودشون بگن، به دخترای خودشون بگن. هر زنی در خانه شوهر به منظور زیباسازی چشمنداز چیزی را جا به جا کنم، مثلا این نشسته با چرخ خیاطیش یه پرده مثلا رنگی دوخته، مثلا پرده صورتی، این اومده این پرده صورتی رو زده به مثلا پنجره پنجرکی که شوهرش از در میاد، این مثلا میدونه این رنگ و این دوست داره، یه چشم‌اندازی توی خونه داشته باشه که این تأثیر بذاره روحیه این عوض بشه. ببینید تا کجا رو پیغمبر بیان فرمودی، تو رو خدا نگاه بکنید، یه دین از این کامل‌تر شما پیدا بکنید. یک پوستری به دیوار بزنید، حالا همین را داریم که در حد شارع مقدس رو
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. اللهم فيها طويلاً.